و مرتکب خطایی شدن، از آدم و حوا گرفته تا نوح، از نوح تا ابراهیم تا سلیمان، و گناهانشون هم در کتاب مقدس هویدا هست. حتی در عهد جدید هم ما شاهد بر این هستیم که رسولان خطایا و گناهانی رو نیز مرتکب شدن و باعث حتی تعجب میشن اعمالشون گاهی برای خدا و آنانی که مرید خدا هستن. داوود پادشاه در مزمور 51:5 این گونه میگه و میتونه این جوابی باشه برای ما. اعلام میکنه: من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم. یعنی صحبت از یک سرشتی میکنه که جایگاه اون هویت و ماهیت حقیقی رو گویا گرفته، چون در ابتدا این نبود، قرار بر این نبود. میگه من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم، از همون لحظه‌ای که نطفه‌ام در رحم مادرم بسته شد به گناه آلوده بودم. یعنی طبیعت من، استاندارد من دور از اون استانداردی بود که خدا در نظر داشت. چرا که میدونیم گناه یعنی نزدن به هدف، هدف یعنی شکل خدا شدن، شکل خدا فکر کردن، شکل خدا احساس کردن، سخن گفتن، هرچی که دور از اون باشه میتونه گناه باشه. گویا سخن از یک بیماری ژنتیکی داره میکنه، یک ویروس ژنتیکی داره میکنه که از ذات والدین میاد، از خود والدین وارد فرزند میشه و درون اون فرزند این ویروس کار میکنه، عمل میکنه و یا به نوعی کششی رو در وجود انسان ایجاد میکنه نسبت به میل به گناه، میل به خطا، که خطا کنه، گناه کنه و در اون جایگاه استاندارد درست نایسته. هرچند انسانی که این همه اختراعات، این همه اکتشافات، این همه تفکرات عالی، شعر و ادب و سخن، همه اونها رو داره، عجیبه که نتوانسته مانع این ویروس گناه در خودش بشه، نتونسته اون رو شفا بده. حتی ما میبینیم که چند ماه از ویروس کرونا گذشته، بیشتر از 7-8 ماست، حالا جان 6-7 اصلا بگیم یک ساله کشف شد ویروسش و احتمالا در اکتبر گویا پخش خواهد شد، درست میکنم به همه مردم جهان میرسه. اما چگونه هستش که یک غرور انسانی که خودش اون جایگاه میبینه که حتی میگن خدا وجود نداره، چگونه نتوانسته مانع گناه بشه؟ به هر حال اگر کسی خدا ناباورم هست، متوجه خوی بد انسانها شده و همون گناه هستش که اعلام میشه و غافل میمونیم که چگونه این انسان هنوز راه رهایی نداره. شاعر اعلام میکنه:
پرونده خود سیاه کردم، چه کنم؟ تو عفو کنی از کرمت، اما من از این که تو را گناه کردم چه کنم؟ یعنی به تو گناه کردم. با من همه جا رفیق راهی یارب، با من همه جا رفیق راهی یارب، از درد نگفتم گواهی یارب، بگذشت گناهم از شماره یارب، جز عفو تو نیست راه چاره یارب. فقط این که من بیام در حضور خدا توبه کنم و این توبه به من یه رضایتی میده، دلم رو خوش میکنه، اما هنوز تهدید این گناه هست، هنوز دامها جلوی منه و من نمیدونم چگونه باید رهایی پیدا کنم. در نامه رومیان 3:10-11 میخونیم، اعلام میکنه: چنان که مکتوب است، که یعنی در کلام خدا هست مطابق مزمور 14:1-3، چنان که مکتوب است، کسی عادل نیست، یعنی هیچ کس نتونسته این رابطه درست با خدا داشته باشه که اگر داشته باشه گناه نیست، کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، یعنی حکیم به حقیقت نیست، درک درست از حقیقت رو نداره تا مانع گناه کردن توی زندگیش بشه، کسی طالب خدا نیست، یعنی میل راسخ به حقیقت کسی رو نداره. و عیسی مسیح در انجیل یوحنا 8:32 میگه حقیقت را بطلب که حقیقت را آزاد میکنه، رها میکنه از اون ویروس گناه، از این کاسه چه کنم، تو رو رهایی خواهد داد. بنابراین اگر خدا شناسی و اینکه گناه رو ما قدرتش رو بدونیم که چگونه میتونه تأثیر بد بذاره روی ما نسبت به زندگیمون، مسلماً انسان به خوبی میتونه از اون رهایی پیدا کنه. اما وقتی که این گونه نیست، همه به اسارت این گناه گرفتار خواهند شد. باز در نامه رومیان 3:23 میگه: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر هستند. یعنی در اصل نمیتوانن به اون هدفی که خداوند انسان را آفریده برسن. پس ماندگاری در گناه علتش مطابق رومیان 3:11، مزامیر 14 و همچنین مزامیر 53، کسی که طالب حقیقت و میل به خدای حقیقی را ندارد هرگز توان این رو نخواهد داشت که رفع گناه کنه توی زندگی خودش. سوالی که پیش میاد این هست: مگر در زمان میل به حقیقت و میل به ارتباط با خدا که خواندیم مزامیر این رو میگه، داوود پادشاه این رو میگه، با خدا چه اتفاقی میفته که دلیل دوری انسان از گناه میشه؟ نویسنده باز مزمور 25:4-8 اعلام میکنه: خداوند راه خود را به من نشان بده. راه خود یعنی حقیقت خودت رو بر من آشکار کن، حقیقت خودت رو بر من آشکار کن. خداوند راه خود را به من نشان بده، حقیقت خود رو بر من ثابت کن و آن را به من بیاموز، یعنی آگاهیش رو به من بده، تواناییش رو به من بده، درک درست رو به من بده. خداوندا مرا به حقیقت خود راه نمایی نما. حقیقت خدا چیست؟ حقیقتی که میتونه کمک ما بکنه و ما از گناه رهایی پیدا کنیم چیست؟ خود حقیقت خوبه که ما طالب حقیقت باشیم. نویسنده اعلام میکنه: پیروزی در حقیقت یافت میشود. بله، ما میدونیم هر موضوعی وقتی به حقیقت میرسه، نه واقعیت. حقیقت علت خلقت، علت تولیده، واقعیت تبدیل خلقت به چیز دیگه ای و تبدیل واقعیت به چیز دیگه ای هست. پس صحبت از واقعیت نمی کنیم، صحبت از حقیقت می کنیم که علت خلقت هستش رو داره اشاره می کنه. مرا به حقیقت خود رهبری نما، چون تو خدای نجات دهنده من هستی و من بر تو توکل دارم، سرسپرده تو هستم. حقیقت رو میدونم، تو حقیقتی، اما حقیقت چیه؟ حقیقت رو برای من باز کن. خداوندا
لطف و رحمت بیکران خود را، یعنی اون فیض بیمرز خود را که از ابتدا، یعنی اون هدف خلقت نشان دادی، به یاد آور. آنچه که در کلام خدا میگه، خدا انسان را شکله که بر آسمان، بر زمین، بر اعماق دریا تسلط داشته باشه. اما تا چیزی رو اختراع نکنه نمیتونه توی چه کجا تسلط داشته باشه. تازه خیلی از تسلطاش هم خرابکاری میشه، مثل همین ویروس کرونا. نتوانستن تسلط خوبی نتونستن داشته باشن. به یاد آور گناهان زمان جوانی و خطاهای مرا، به یاد میاور از زمان تولدم. از زمان تولد تا امروز میگه به یاد نیار. چرا؟ یعنی ببخش، تحت پوشش بخشش تو قرار بگیره. بلکه ای خداوند به خاطر محبت استوار خود مرا به یاد آور. واو، پس حقیقت محبت. اگر اینجا نویسنده به دنبال واژه‌ای به نام حقیقت هست، تعریف این حقیقت محبت هستش. خداوند خداوند نیکو و عادل است، یعنی ذات او محبته. بنابراین گناهکاران را به راه راست هدایت میکند. و این تمام کلام خداست که به ما اعلام میکنه از پیدایش که خدا جهان را به نیکویی آفرید، تا انتها تا مکاشفه که اعلام میکنه خدا محبت است، مطابق نامه اول یوحنا 4:8. پس به تصویب این آیات، گناه قدرتی است بر علیه محبت. اگر بخوایم گناه رو تعریف کنیم، اینه: گناه قدرتی است، پس قدرت داره بر علیه محبت، که مجال این رو نمیده تا اراده خدا که محبت هست بر جهان ساکن بشه. شاید مهربانی های مصلحتی روی جهان هست، ما صحبت از اون نمی کنیم. و یا بدبستونایی هست، ما صحبت از اون نمی کنیم. ما صحبت از محبت آگاپه می کنیم، محبتی که بلا عوضه، محبتی که فقط میده، محبتی که فقط اراده و خوشنودی خدا رو داره در نظر میگیره. مطابق متی 24:12 اعلام میکنه: و به جهت افزونی گناه، یعنی گناه اونجا قدرت داره، برای روزهای آخر داره میگه، به طور خاص روزهای آخر که دیگه کلیساها رو بوده شن، یعنی روح القدس نیست، روح القدس دیگه نیست، ایماندارانی هستن که بعد ایمان آوردن، اما روح القدس دیگه حاکم نیست. به جهت افزونی گناه محبت بسیاری، یعنی اون محبت آگاپه، سرد خواهد شد. میگه اون حقیقت که دنبالش نویسنده میگشت و من و شما هستیم، اون حقیقت که محبت هست اونجا نخواهد بود. مولوی میگه نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو. دیگه آرامش نیست، دیگه امنیت نیست تا حضور خدا نباشه، تا محبت که ذات خداست نباشه در بین مردم و بتونه حاکم باشه. اما جای ناامیدی و نگرانی نیست، مشروط بر این که میل کامل به شناخت حقیقت داشته باشیم. چرا که در این مسیر هستش که شاهد این خواهیم بود، محبت معجزه میکنه، محبت معجزه میکنه و آنچرا که باعث درد و رنج هست رو بر میداره. هرچند گناه تا مرز هلاکت متاسفانه میره، مطابق رومیان 6:23 که اعلام میکنه مزد گناه موت است. من این گونه میگم که شما هم اعلام کنید. دیدید توی کنسرت ها معمولا خواننده ها نصف ترانه شون رو میخونن، نمیدونم یادشون میره بقیه شو بخونن، بعد بقیه رو مردم میخونن. منم میل به این دارم که بیشتر شما عزیزان رو توی این چالش قرار بدم که با آیات بیشتر آشنا بشیم، که مزد گناه موت است. اما هرگز قدرت گناه بیشتر از محبت نیست. حتی تو رابطه هاتون، تو موقعیت های زندگیتون، تو کارتون، هر کجا که هستی امتحان کن، تست کن، محبت رو بذار بره جلو. میگی عاقلانه نیست، راست میگی، عاقلانه نیست، منطقی نیست، روحانی هم نیست، اما تو محبت رو بکار، ببین چگونه رفع مشکلت میشه. این حقیقت مطابق نامه
کتاب غزل غزلها که سلیمان چه زیبا میگه 8:6-7 اعلام میکنه محبت که منظور محبت خدایی، محبت آگاپه است، مثل موت زورآور است. حالا داره میگه اون مثل موت زورآوره، گناه میاد باعث موت بشه، ولی داره میگه این محبت مثل موت زورآوره، هیچ کس نمیتونه جلوش بگیره. شعله هایش همانند شعله های پرقدرت آتش و آبهای بسیار، یعنی طوفان و سیل، نمیتوانن آتش محبت را خاموش کنن، نمیتونن. میخوام یادی کنم از یک خواهر بسیار گرامی در ایمان که در بین مسیح زاده ها هستش، در حیات هست، فقط اسمشو نمیگم، علتش اینه که شاید ایشون موافق نباشن. همسر ایشون کشیش هستن، کشیش بودن، و خودش تعریف میکرد در یک جلسه ای، میگفت زمانی که ما شروع کردیم بشارت دادن در ایران، خب بانک مسیحی زاده بود، گفت از طرف خود مسیحی زاده ها، میدونیم که ارامنه عزیز ما که الان در جمع ما هم هستن، سپاس از این که از گلندر خیلی هاشون لطف میکنن میان، مسیحی زاده های عزیز، چه ارامنه و چه آشوری، اینا مسیحی زاده هستن، اما تولد تازه مطابق کلام خدا همه ندارن. داوری هم نمی کنیم، محکوم هم نمی کنیم، همه ندارن. اما حالا اون زمان رو میگم، در ایران اگر کسی به گروه پروتستان متصل میشد و به کلیساهای بیدار اون زمان متصل میشد، تعمید میگرفت، مورد جفا قرار میگرفت و اذیتش میکنم. من نمیدونم آیا میتونید دست بالا کنید، آیا هنوزم در بین شما عزیزان چنین چیزی هستش یا نه، تحت جفا هستید؟ و نه، ما ایمان داریم، خدا رو شکر، برای بعد ادوارد عزیزم پدر روحانی من هستن، اما ایمان داریم واقعا خداوند داره در بین مسیح زاده هم خیلی کار میکنه، خیلی کار میکنه. سپاسگزارم، مرسی مرسی. اما این خواهر عزیز خودش گواهی میده، میگه هر بار که میرفتم در حیاتو باز کنم، هر کسی اونجا رد میشد به من فحاشی میکرد، از خود همون مسیح زاده ها که تولد تازه نداشتن، و به ایشون سخنان بد میگفت. میگفت یکیش که یه خانم خیلی محسنی بود، اونقدر اومد سخنان بد گفت که همینطور که اینجوری میکرد لباسش پاره شد، ولی خودش متوجه نشد. گفت من سریع رفتم یه تیکه پارچه آوردم انداختم روی بدنش، گفتم این قسمت لباست پاره شده، پس بدن معلومه. گفت خب ولم کن من میرم. گفت نه بیا، میخوام لباستو بدوزم. و گفت من ایشونو آوردم توی خونه، براش چای ریختم و بعد لباسشو دوختم بهش دادم و شروع کم صحبت کردم. و این زن با اینکه سن بالایی داشت، با محبتی که دید، محبتی که دید و بازم دید، به مسیح ایمان آورد، طوری که اون زن که غریبه بودن الان با هم فامیل شدن، یعنی وصلت کردن بچه‌هاشون با هم دیگه. بله، میتونیم برای جلال خدا دست بزنیم. کار محبت اینه، کار محبت این هست، و بسیار گواهی ها هستش که خداوند عمل میکنه. پس محبت زورآوره. شاید خیلی موقع ما فکر میکنیم ما برای بشارت دادن چقدر خوبه بیایم از کلام خدا نکته های خیلی ظریفش استفاده کنیم، مثل فلاسفه سخنان آنچنانی بگیم شخص ایمان بیاری. خیر، فقط محبت کن، گواهی تو بده، محبت کن و دعاش کن. گواهی، محبت، دعا کن، و این باعث ایمان خواهد شد. از این رو خدا برای نجات و رستگاری انسان دور شده از سرشت ازلی و حقیقی خود، نه با محکومیت انسان، نه با داوری انسان، نه با شریعت سخت، بلکه با ذات حقیقی خود که محبت هست، انسان حقجو که میل به شناخت خدا را داره تا با او در تماس باشد، به توسط یگانه پسرش عیسی مسیح انسان گم شده را نجات داد. مطابق آنچه که در انجیل یوحنا 3:16 میخونیم که الی 17 که همه آگاه هستیم که اعلام میکنه، زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود. باز میگم چه نوع محبتی نمود؟ بشنوم. برابر
زور جان میشه لطف کنین اول قرنتیان یا امیر عزیزم هر کدومتون اول قرنتیان 13 لطفاً 4 تا 8 داشتون لامپای وسط رو روشن کنین اگر مشکل نور دارین. مشکل نور هست؟ سپاسگزارم. نمیخواستم بخونیم این قسمت رو، حالا اگر هم امروز موعظه ما تموم نشد میذاریم بقیهش برای هفته دیگه، اما به دلم افتاد این رو بخونیم. زیرا خدا جهان رو انقدر محبت نمود، اما میخواییم ببینیم چه محبتی بوده که دلیلی شد این محبت نجات بده. قبل از اینکه این رو بخونیم یاد یه خاطره ای افتادم از کتابی که نوشته بود. در کتابی خوندم که یک شخص واعظی که از این شهر به اون شهر میرفت، از این روستا به اون روستا میرفت تا با عطای شفایی که داشت مریضان رو شفا بده، و زمانی که میره تو یک شهری و میبینه همه تو صف وایستادن همینطور دعا میکرده میرفته، حالا افراد شفا میگرفتن، یه نفر میدوه میگه آخه تو برای برادر من که الان دو روز اینجا ما تو صف وایستادیم فقط دست گذاشتی رفتی، اون هنوز مریضه. و این واعظ میگه که با تندی من یک بار بیشتر دعا نمی کنم و میره. وقتی این شخص بر میگرده میبینه برادرش شفا گرفت، برادرش رو خونه میذاره ولی هرگز ایمان نمیاره. یعنی عطایا، حتی عطایای شفا کمک نخواهد کرد که مردم به مسیح ایمان بیارن. نبوت ها کمک نمی کنه، مردم رو متمرکز میکنه. آنچه که کمک میکنه مردم ایمان بیارن فقط محبت هست، فقط محبت هست، ولی با درک درست از محبت، نه اون محبتی که توی دنیا به ما آموخته شده. بله، نه، اول قرنتیان 13 از 4 تا 8. محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمی برد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. خیلی ممنون. باز دوباره خاطره، یه خاطره ای که زیاد ازش خوشم نمیاد برای کلیسای خودمون است. سالها پیش، همون 2-3 سال اول فکر میکنم کلیسا بنا شده بود و برای ایام نوروز بود، یادم نیست دقیقا، کریسمس بود که خیلی شلوغ میشد، اینقدر کلیسا شلوغ میشد که انتها جمعیت وای میسود. یه عزیزی بعد از این جشن 2-3 روز بعد من زنگ زد، گفت برادر رسول واقعا من لذت بردم، پرستش خوبی بود، تئاتر خوبی بود، موعظه خوبی بود، خوراک خوبی بود، اما یه چیزی اونجا دیدم که این درست نیست توی کلیسای مسیح باشه. و گفتم چی بوده؟ گفت یکی از خادمین شما تمام وقت میدوید اینور به یه نفر میگفت نگاه کن چجوری سرود میخونن، آبروی ما رو بردن، میدوید اینور میگفتش نگاه کن حالا این واعظ الان وقت گذشته داره چی کار میکنه. و رفتیم توی آشپزخونه دیدیم اون یکی میگه داد میزنه این چه وضع چاییه این چه، و این خیلی جالب نیست و کسی انتظار نداره، چون فکر ما توی اومدن جشن این نیستش که شما بهترین رو انجام بدید، فکر ما این هستش که در از نظر روحانی ما تو جایگاه عالی باشیم. ولی من دیدم که اون شخص چقدر از خود شما بود، خادم شما بود. میگم فکر میکنم اون 2-3 سال اول بودش که یادم میاد، گفت انقدر خودش از خود شما ها ایراد گرفت که اصلا ما زیاد احساس خوبی پیدا نکردیم. پس این محبت نیست. شاید درست میگفته اون شخص، اما این حکمت رو نداشته، باعث دل سردی شده. پس هوشیار باشیم، حتی این نمیتونه محبت باشه. بله، خشم نمیگیرد و سوء ظن ندارد، از ناراستی خوشبخت نمیگردد ولی با راستی شادی میکند، در همه چیز صبر میکند حتی اگر مشکلات هست. میگه در همه چیز صبر میکنه. محبت آگاپه، من صحبتم محبت آگاپه میکنم. ببین، من محبتی رو نمیگم حتی والدین به ما انجام دادن، پدر و مادر ما رو محبت کردن. ما میدونیم انسان‌های سالم انسان‌هایی هستن که والدینشون اونها رو محبت کردن. من صحبت از این محبت هم نمی‌کنم. من صحبت از محبتی می‌کنم که یه قدرت دینامیکی در وجود انسان داره
که هر دلیل انسانی و منطقی رو کنار میزنه، هر موقعیت سخت رو کنار میزنه، توی وجود او پر از شادی و آرامش هست، قوت خواهد بود و مشکل داره اما شاده، اذیت میشه اما آرامش داره. این محبت رو میگم. مولوی میگه بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست؟ کین عشق گرفتاری بی هیچ دواست. کسی که عاشق هست بدون درمانش توی مشکل باز دارو داره، درمان داره. درمان غم عشق نه صبر و نه ریاست، در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست. پولس رسول در زندان توی جفاست، چرا میگه شاد باشیم؟ چرا میگه شاد باشیم؟ میگه باز میگویم شاد باشیم. علتش این هستش که پولس رسول با محبت خدا داشته زندگی میکرده. پس محبت خدا هرگز مشکل مالی، مشکل رابطه ای و هر مشکلی، جفا توی زندان، هر موقعیتی که هست، هرگز اون محبت اجازه نمیده ما خسته بشیم، ما نگران بشیم، ما ناامید بشیم. مشروط برای این که خوب بدونیم از منبع اصلی عشق خودمون رو پر کنیم. خیلی از عزیزان هستن تصور میره که پیش کانسلرها میرن، پیش مشاورین میرن، میگن آخش 2 ساعت حرف زدم، میگن آروم شدیم. اما موقتیه. بهترین مشاور، بهترین کانسلر خود خداست. بری از محبت او پرشی، با کلام او وجودتو پر از محبت کنی و اون موقع میبینی خسته نخواهی شد، نگران نخواهی شد. دنیا همینه، مگه غیر از اینه؟ کجای دنیا شما میخواید؟ ماها که اینجا هستیم میگفتن آمریکا، میگفتیم وای میشه بریم آمریکا، حالا کجا میخواید برید دیگه؟ خیلی ها میگم میخواد شورش بشه، جنگ بشه، بابت جان بریم کره ما. همینجا میگه بریم کره ما. ولی وقتی که شما محبت رو در دلت داری، هر کجا که باشی وجود تو پر از قوته، پر از شادیست. بله؟ و همه را باور می نماید. آمین. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. محبت هرگز ساقط نمی شود. آمین. و اما اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد، و اگر زبان ها انتها خواهد پذیرفت، و اگر علم زائل خواهد گردید، زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبوت می نماییم، لیکن هنگامی که کامل آید. مرسی. ممنون. مرسی. میتونیم برای کلام خدا دست بزنیم. پس بنابراین بالاتر از نبوت. من نمیخوام واقعا اینو جدا قلبا میگم، خدا شکر من برای این کلیسا، برای خادمین این کلیسا با تمام شرایط سخت ایستادم، از جمله روبن عزیز. خب روبن جان میتونه بگه برادر رسول امروز هیچ کس نمیاد، همه رفتن مسافرت، کسی نمیاد، حالا چه کاریه؟ همه اینا رو تشکیلات و از تو خونش میاره روبن جان برمیداره بیاره. میگه خب بابا برسو 4 تا سرود بذاریم. خیلی از کلیساها این کارو میکنن، 4 تا سرود میذاریم تمام. اما از اونجایی که تو دلش یک محبتی هست، دیگه رسولو نمیبینه خوشبختانه، فقط مسیحو میبینه و میگه من چی کار دارم برادر رسول؟ من مسیحو باید محبت کنم. لذا غیر از این تعلیم نبوده، ما به همه آموختیم که مسیحو محبت کن. اینجا من و گروه رهبری شما رو محبت میکنیم، مسیحو محبت میکنیم. وای بر شما که ما رو محبت کنید. اگر محبتی است باید مسیح رو محبت کنید، چه محبت خدمتی و چه محبت مالی، هر محبتی شما فقط مسیح رو محبت میکنید. آمین. پس این رو بدونید، همه ما اینجا هستیم، تیمی هستیم که از محبت مسیح پر بشیم و مسیح رو محبت کنیم. و نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که پرویز عزیزم در انتهای سالن هستن و تو این شرایط میان، و هر کدوم شما نتیجه محبت مسیح هستید که در شما داره عمل میکنه. عیسی مسیح هم توی انتخابش افرادی رو انتخاب کرد که هیچ کدوم نه پرفکت نبودن، خیلی هم اوضاعشون خراب بود. اولین انجیل رو چه کسی نوشته؟ متی. متی چه کاره بود؟ باجگیر بود. متی کسی هستش که در اصل در زمان خودش هرچند نفوذ داشت، چرا که به 2 زبان آگاهی داشت، آرامی
که زبان خودش بود و یونانی و یه نفوذی داشت، اما بیشتر از اون چیزی که باید میگرفت میگرفت. برای همین یهودی ها دستش ناراحت بودن، اونو نجس میدونستن. ولی عیسی مسیح میگه کناره و گذشت به او گفت متی با من باش. عیسی اونو انتخاب کرد و هوشیار باشیم. عیسی من و تو رو انتخاب کرده، هوشیار باشیم. محبت میکنیم، هر کاری میکنیم، مسیح من و تو رو انتخاب کرده. حتی من به عنوان یک کشیش اگر به شما ها میگم اینجا خدمت کنید، دعا کردم خدا گفته، بگید بعد از تو بذات اول ببینم خدا چی میگه. اگه خدا صدات کرد بیا، اگر من صدات کنم میری، دیر یا زود میری. بذات خدا صدات کنه، بذات با محبت خدا بیای. مسیح متی رو صدا کرد، هرچند از چشم یهودیان نجس بود، اما مسیح متی رو چه کار کرد؟ بشنوم، محبتش کرد. اون در گناه بود، او اسیر گناه بود، اما چون اون میل به حقیقت رو داشت، اون در قلبش جستجوی این رو میکرد خدای حقیقی کیه. خیلی ها هستن در جمع ما، ما بعض موقع نسبت به اونها متاسفانه بدگمانیم، میگیم نه بابا این اصلا خدا رو قبول نداره، هی میگه خدا کو، خدا این فلان. خب جوابش رو بده، نمیتونی حداقل بذار بهش کمک و مراجعه کن به یه جایی، چون در جستجوی بی تفاوت نیست. متی بی تفاوت نبود و چون به دنبال حقیقت بود محبت او رو ملاقات کرد، و چون ملاقات کرد او رو میگه مسیح رو دعوت کرد، بقیه باجگیرار هم دعوت کرد، برد توی خونش. در انجیل مرقس باب 2 اگر اشتباه نکنم میگه وقتی که برد توی خونش میگه ثروتش رو بین فقرا تقسیم کرد، به همه فقرا داد، تقسیم کرد. هرچند بهش حمله شد، حمله کجا شد یادتونه؟ میگه کاهنان فریسیان به اون اعتراض کردن، به مسیح اعتراض کردن، گفتن ببینم تو چرا با این گناهکارا هستی، تو چرا با این باجگیرا هستی، چرا با اینا رفت آمد میکنیم؟ مسیح گفت چی؟ عادلان را، من برای عادلان نیومدم، من برای گناهکارا اومدم، برای اون گناهکاری که، برای اون مریضی که میدونه مریضه و طالب حقیقت هست، و چون طالب حقیقت هست این حقیقت اون رو آزاد میکنه تا با محبت حقیقی نیز زندگی کنه و زندگی خوبی نیز داشته باشه. باز مولوی اعلام میکنه هرگز دل عاشق به فرمان کسی نیست، هرگز دل عاشق به فرمان کسی نیست، به فقط به فرمان عشقشه. متی وقتی که مسیح گفت بیا، خب باید اونجا میرفت اطلاع میداد، بالاخره یه کاری انجام میداد، بلند شد رفت، دیگه توضیح نمیده. امروز شما اینجا هستید، خدا صداتون کرده به هر دلیلی، حتی دلایلتون انسانیه یا غیر انسانیه یا روحانیه، حتی این قسمتی از کلام خدا، خدا اول با من صحبت کرده، حالا داره با شما صحبت میکنه، حالا از شما قراره این محبت تبدیل به فعل بشه، الان سخنه، این محبت از ذات خدا داره گفته میشه، در شما عمل کنه، شما ببخشید، شما محبت کنید و دیگران رو هم برید محبت کنید، در یک تأثیر قوی نیز بگذاره برای زندگی شما و همچنین زندگی دیگران. بریم با هم دیگه لطفاً نامه اول یوحنا رو باز کنیم. اول یوحنا باب 4 از 7 تا 16 رو سپاسگزار میشم. و ما میدونیم به خوبی این محبتی که در ماست به توسط کیه؟ چیه؟ چه قدرتیه؟ روح القدسه. یعنی محبت خدا فقط امروز گفتاری نیست که به گوش ما رسیده. کسی که به مسیح ایمان میاره، کسی که به مسیح، به کار مسیح ایمان داره، روح القدس رو داره. حالا این روح القدس رو شما باید بخواهید که محبتی که امروز شنیدید در وجودتون تبدیل به فعل کنه. از دست کسی ناراحتی بهش زنگ بزن، بگو از دستت ناراحتم اما میخوام ببخشم، دوستت دارم، میخوام تو رو ببخشم تو دست خدا. اگه از دستت ناراحتم زنگ بزن، بگو از دستم ناراحتی، شاید نمیتونم حتی من این رو حلش کنم تو ذهنم، ولی میخوام تو منو ببخشی، من میخوام آزاد بشم. خودتو آزاد کنی،
محبتتو شروع کن. از کلیسا که رفتی بیرون محبت کن. کسایی که اذیتت کردن ببخش. کسایی رو که اذیت کردی محبتشون کن. و از خدا بخوا که این بخشش وجود اونها رو. رومیان 5:5 اعلام میکنه: زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شده قلبهای ما را فرا گرفته است و نیز درش قدرت هستش. ممنون میشم. ای حبیبان یکدیگر را محبت بنمایید. ای حبیبان، از همون اول میگه ای حبیبان، ای کسایی که عاشقتون هستم. حبیب یعنی عاشق. یوحنای رسول میدونید که به عنوان رسول محبت معرفی شده. برای همین خیلی زیبا داره تعریف میکنه. از این رو هست که مکاشفه‌ام خدا برای اون باز میکنه. خیلی زیبا داره محبت رو تعریف میکنه. رسول محبته. اما قبلا اینجوری نبود. جزو کی بود؟ یادتونه؟ برادران رعد بودن. یعنی پر از خشم و عصبانیت بود. با ملاقات مسیح دل اون عوض شد. با ملاقات مسیح دل تو عوض کن. با محبت مسیح زندگی کن. بله؟ زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است. آمین آمین. و خدا را می شناسد و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. پس شناخت حقیقت، که حقیقت محبت هست، به ما کمک خواهد کرد که ما نیز فعل محبت رو داشته باشیم که مهربانیه. ذات خدا محبته. ذات خدا در من و شما به مهربانی تبدیل خواهد شد. بله؟ و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. آمین. و محبت در همین است، نه اون که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای حبیبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز میباید یکدیگر را محبت نماییم. پس داره نکنید یه سری رو داره یوحنا باز میکنه. داره میگه ببینید این محبتی که باعث نجات تو شده درش یک قدرتی داره، تأثیر میذاره، مانند یه چکیه که شما از یک آدم ثروتمند گرفتید. شما احتیاج به 10,000 دلار پول داشتید. یک شخص ثروتمند 1,000,000 دلار به تو پول داده. 10,000 دلار تو تعمیم میشه، زندگیت حل شده. الان میگی برفرض 500 تومن اینو میخرم، 4 یعنی 100,000 تومن میمونه. خب این 100,000 تا رو برو محبت کن به دیگران که ندارن. غیر از اینه حتما این کارو خواهند کرد انسان‌ها. انسان‌هایی که حتی خدا رو نمیشناسن این کارو میکنن. میگن قسمتش بدین به آدمایی که ندارن. چه این محبتی به من و تو رسیده که بتونیم دیگران رو نیز محبت کنیم و تأثیر بذاره این محبت بر دیگران. باز شاعری میگه از محبت محبتش بشناخت. یعنی با محبتی که خدا ما داده درک درست از محبت حقیقی داریم. از محبت محبتش بشناخت و از تجلی عشق عشقش باخت. دیگه میلی به این عشقای کوچیک دنیا نداره. شنیدید میگن طرف عشقیه؟ طرف میگن عشقیه. دیگه عشقی نیستی تو این دنیا. عشق ما فقط خدا خواهد بود و با عشق خدا که محبت میشیم دیگران رو محبت میکنیم. بله؟ کسی که هرگز خدا را ندید اگر یکدیگر را محبت نماییم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است. از این میدانیم که در وی ساکنیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است. پس بنابراین میگه محبت کلامی نیست. با کلام نیست. محبت باید عملی باشه. در اول یوحنا، همون نامه اول یوحنا 3:18، خود یوحنا میگه ای فرزندان محبت را به جا آرید، نه در کلام و زبان. داره به من میگه، الان داره به من میگه، چون من واعظم. چرا کلام خداوند میگه همه معلم نشوید؟ چون خیلی خطرناکه. خوش به حال اونا که معلم نیستن. حالا اگه اشتباهی هم میکنن میگن معلم نیستی، ولی من و معلمین توی یک داوری سخت قرار میگیریم. میگه ای فرزندان محبت را به جا آرید، نه در کلام و زبان، بلکه در عمل و راستی. و یوحنا داره میگه غیر از محبت شما تو این جهان هیچ پیروزی نخواهید داشت. هیچ پیروزی، چون با این محبت هست که میمانید. اول قرنتیان 13:13 اعلام میکنه ایمان، امید، محبت.
آنچه که میمونه چیه؟ محبته. باز عرض کنم، محبت دنیوی نیست، محبت دنیوی نیست، سازمان خیریه نیست، محبتی که باعث نجات جانها میشه. مسیح گفت فقرا همیشه با شما هستن، مشکلات همیشه با شما هست. خیلی از کلیسا اسیر این سازمان‌های خیریه شدن، همینطور موندن، همینطور موندن، اما یه نفرم نجات ندادن. باز شاعری میگه جهان بی عشق سامانی ندارد، فلک بی میل، بی میل حقیقت، بی میل دورانی ندارد. بله، و ما دیده ایم و شهادت می دهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. هر که اقرار می کند که عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. آمین. پس وجود خدا، نه تواناییش، نه ثروتش. یه موقع سنم تارم که آخه بابا من پولی ندارم کسی رو محبت کنم، بابا من خودم اینقدر مشکلات دارم، حالا من توی سختی رو بدم مثلا زنگ بزنم فلانی، بابا ولم کن برادر رسول، ما خودم تو گرفتاری هستیم. یعنی به قدرت و تواناییش نگاه میکنن، به شخصی میگن تو با این زور و بازو چند نفر رو میتونی بزنی؟ میگه بستگی داره چقدر آجر دم دستم باشه. ما با محبتی که از طرف خدا میاد، با همون محبت هدایت میشیم، محبت کنیم. ربطی به قدرت و توانایی و ثروت و توانمون نداره. اتفاقا وقتی اونا رو داریم تازه باید میریم عقب. پس محبت الهی محبتی که از وجود ما میاد و خودش به ما میگه چگونه محبت کنیم تا باعث نجات جانها بشه. بله، و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است. آمین. شما این باور رو دارید؟ بلند بگید آمین. آمین. چرا که خداوند با همین آمین گفتن شماها رو تقویت میکنه. بله، خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است. آمین. و خدا در وی. آمین. 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 بریم با هم دیگه نکته اول از سرشت ازلی رو داشته باشیم، یعنی از همون خلقت ابتدایی. ازلی، ازل یعنی ابتدا، ازلی البته دائم میشه، اما اشاره به این هستش که همون هدف خلقتی که ما در نظر داشتیم. نکته اول، عزیزان میتونید عکس بگیرید چون ما بروشور نداریم بدیم، و یا روی فیسبوک ببینید. بازگشت به سر، بازگشت به سرشت ازلی با میلی راسخ به حقیقت و اعتراف ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر می باشد و حاصل آن تجلی محبت خدا در زندگی شخص می باشد، که نوع زندگی ما نشون دهنده این هستش که خدا محبته، نه فقط سخنان ما که ما فقط اعلام کنیم خدا محبت هستش. در غیر این صورت خیلی ها اعلام می کنن، خیلی ها. مایکل جکسون میگه بیایید رویای فردایی را داشته باشیم که می توانیم از درون عشق را به عنوان برترین حقیقت در قلب تمام مخلوقات بشناسانیم. خیلی سخن زیباست، اما چگونه؟ تا زمانی که قدرت محبت در دلت نباشه، مارکت جکسون که هیچیه، اندیشتن هم که باشه، هر انسان دیگه باشه، نمیتونه. اینا فقط سخنان زیباست که این روزا بسیار روی فیسبوک ما سخنان زیبا رو میشنویم، اما قدرت محبت رو چه کسی داره؟ قدرت محبت رو کسی داره که بتونه از روح خدا پر بشه و به قوت اون نیز عمل کنه تا در اون محبت نیز نام مسیح رو جلال بده. باز مولوی میگه خواهم که به عشق تو زجان برخیزم، ز محبت خدا، از جای خودم، از نگرانی ها، از ترسا، از آسیب هایی که خوردم، خواهم که به عشق تو زجان برخیزم و از بحر تو از هر دو جهان برخیزم. این محبت محبتی باشه که هم روی زمین هم در آسمان تأثیر بذاره، چرا که میگه ایمان، امید، محبت، آنچه که میمونه محبته. حتی در آسمان این محبت میمونه. خورشید تو خواهم که به یاران برسد، این محبت رو تقسیم کنم همه بچشن. خورشید تو خواهم که به یاران برسد، چون ابر ز پیش تو از آن برخیزم. جلوتر از هر موقعیتی من نیز نام تو رو جلال بدم، چرا که میدونیم عیسی مسیح نیز روزگاری نیز دیر نیست خواهد آمد که همچون ابری در ابرها نیز مردم او رو خواهند دید. و
و این محبتی هستش که در قلب آنانی که به او ایمان دارن تأثیر خواهد گذاشت. آخرین آیه‌ام نیز براتون میخونم. نام یوحنا 4:21 اعلام میکنه: و این حکم را از وی یافتیم، یعنی این ضرورت را، که هرگاه خدا را محبت مینمایید، برادر خود را نیز محبت برمایید. برادر یعنی خواهر، یعنی همسایه، یعنی دوست، یعنی همکار، یعنی هر کسی که نزدیک تو دور تو فکر داری دربارش میکنی محبتش کن، و این محبت تمام بدی ها را ساقط خواهد کرد. آمین. I'm gonna make you mine.